Witness, and I'm going to invite our first witness, please. Thank you. Nederi, please. Mustafa Nederi. Hello, everybody. من در سال 1360 در پیچ شمرون دستگیر شدم. بعد منو به اوین بردن و در حدود یک هفته فقط می زدم با کابل کف پا و دیگه جای دیگه بدنم. منطقشون هم این بود که می گفتن اول ما می زنیم بعد سوال می کنیم. و بعد اینا برای اینکه پا باد می کنه برای اینکه پا باد میکنه I think we're okay. Is everybody getting the translation, those who need it? Yes. برای اینکه پا باد میکنه کنار اتاق بازجویی باید قدم میذاره که بتونه دفعه بعد بزنه. بعد از یک مدتی منو دوباره به اتاق بازجویی بردن و می‌زدن. در همین حین اسم و آدرس منو که در آوردن فهمیدن من هوادار سازمان مجاهدین خلقم. و بعد شروع کردن بیشتر زدن و اینا که بعد منو قپونی کردن. قپونی طوری بود که به صلاح دست و پشت می‌بردن بالا و از سقف آویزون می‌کردن که فشار زیادی به کتفا و اینا میاد. چون دیگه جایی نبود پای من ورم کرده بود و خونی شده بود نمیتونستن بزنن بیشتر از اون. بعد در حدود وقتی که من در بالا قرار گرفتم تونستم که کف اتاق بازجویی رو ببینم. اینا که کف اتاق بازجویی دور تا دور نفرات نشسته بودن با پاهای خونین و به اصطلاح ورم کرده و اینا. در وسط اتاق بازجویی یک تخت بود که نفر رو دمر می‌خوابوندن و بعد پاشو از پشت بالا می‌آوردن و دو نفر به نوبت عوض می‌شدن شروع می‌کردن به کابل زدن. در همین حین بود که در اتاق بازجویی باز شد. چون من بالا می‌دیدم اینا از زیر چشمن یک خانومی آوردن، دختر جوونی آوردن خوابوندن و شروع کردن بزدن که این صحنه رو من دقیقاً یادمه که یک پیرهن آبی و شلوار لی داشت. از ساعت 4 بعد از ظهر اینو می‌زدن تا صبح که من چون فشار زیاد می‌اومد مرتب من بیهوش می‌شدم و به هوش می‌اومدم. از اون صبح که دادن یک سربازجو اومد و گفت حرفی زده یا نه. گفتن نه. تمام گوشت و پوست بدن دختر کنده شده بود و پیرهن پاره شده بود و تقریبا پوستش کنده شده بود که حتی رگاش رو میشد ببینید اینا بالا. و بعد بازجو اومد سر اینو موهای بلندی داشت که از تخت آویزون بود سرش گرفت و نبضش گرفت و به اونا شروع کرد بعد بیرا گفتن که ما زنده اینو میخواستیم که ازش اطلاعات بگیریم مرده این به چه درد ما میخورد که اون تموم کرده بود که حتی فریادی هم نزده بود. دستایی رو که می‌بستن با سیم مفتول به دو طرف تخت می‌بستن که بر اثر ضربه‌ای که می‌زدن در نفر دستش رو خودش رو جمع می‌کرد مچ دست کاملاً از بین رفته بود گوشت و پوست و استخونش واقعا معلوم بود. و بعد منو باز کردن آوردن پایین و این تا 8 ماه همینجور تکرار بود این بازجویی من که مرتب چون نفرات زیاد بودند به اصطلاح نوبتی می آوردن تو اتاق و بازجویی می کردن و شکنجه می کردن. بعد از اون منو به زندان قزلحصار بردن و بعد چون من در مراسمای اونا شرکت نمی کردم منو به زندان انفرادی گوهردشت بردن. 3 سال در انفرادی گوهردشت بودم که بعد منو به خاطر اینکه یک سری مسائل با پسرم و اینا بود دنبال پسرم بودم منو به اوین دوباره زیر بازجویی منتقل کردن. اونجا دوباره شکنجه ها شروع شد اینا که من به علت خونریزی کلیه به اصطلاح بیهوش شدم که بعد منو به بهداری به اصطلاح بهداری اوین بردن اونجا که سرم به این وصل کردن و اینا
که همون اون مقطع مقطعی بود که سال 88 بود 78 بود که قتل عام شروع شده بود. من از قتل عام هیچ اطلاعی نداشتم اینا، چون اینو بگم که تمام زندان قبل از اون 7 سال، این 7 سال همش مقاومت بود و اینا میخواستن که مقاومت زندان رو بشکنن. اونن در یک طیف گسترده در حدود به قول خود رسانه های رژیم در سال 65 در حدود 70-80 هزار تا زندانی سیاسی فرقه ای اونا میگفتن وجود داشت که بعد خواستن این مقاومت رو بشکنن. بعد از اون من بیهوش بودم که نفری که بغل دست من بود بعد که من بیهوش اومدم اسم منو پرسید. بین ما یک کاروان بود، با صدای آهسته که کسی نفهمه اسم منو پرسید، گفتش که آره می اومدن تو اینجا اسم تو رو صدا میکردن. چون رژیم میخواست در یک مقطع کوتاهی این اعدام رو انجام بده، خیلی لیستاشون به هم خورده بود. یعنی مثلا میرفت تو کل بند رو میکشیدن بیرون، با اسم نمیوردن، همه بند رو میکشیدن. نفرات مثلا 200 تا توی بند بود، به نوبت همه رو مثلا 20-30 تا اینا میکشیدن بیرون میبردن دادگاه. بعد من متوجه اعدام ها نبودم اینا. بعد از اون منو منتقل کردن به اتاق دربسته که اونجا به اصطلاح من فهمیدم که همه رو اعدام کرده. ما 25 نفر توی اتاق دربسته بودیم. این موضوع بود. من توی انفرادی موضوعی از این فقط نقصم این موضوع بگم که تو انفرادی من مرس می‌زدیم، برای اینی که انفرادی حالت خلأ و حالت فراموشی به آدم دست میده. برای اینکه خودمون رو حفظ کنیم من شروع می‌کردیم بچه‌ها به همه همدیگه مرس زدن. تو زندان گوهردشت هر سالونش در حدود 20 سلول انفرادی داشت که مثلا نفرات رو توش انداخته بودن. ما با مرس خبرهای زندان و چیزهایی که خودمون رو سرگرم نگه داریم تو انفرادی به خاطر اینکه حافظه‌مون به این نره اینا، این کارو میکردیم که خیلی ها تو انفرادی قاطی کردن، یعنی حالت روانی شدن. که یه نمونهش که رضا شیرزادیان بود که پسر جوانی بود مثلا 13-14 ساله بود که دستشو دستبند زده بودن، پاسدارا بهش تجاوز کردن که اون فریاد میکرد که به من تجاوز کردن و بعد هم که برده بودنش اعدامش کرده بودن، به خانواده‌اش گفته بودن تو استرخ بین خفه شده و اینا. این موضوع من مرس که می‌زدیم، یک بار من مرس می‌زدم متوجه شدم که این کسی که به من جواب میده یه خانومیه که بعد اون به من گفتش یاره من و شوهرم رو اعدام کردن، بچه‌م که به دنیا اومده دادن به مادرم و منم می‌خوان اعدام کنن، اگر که تو زنده موندی رفتی به بچه‌م بگو که تا آخرین لحظات به فکر اون بودم. اینا که بعد که من آزاد شدم رفتم، بعد سالهای بعد که آزاد شدم رفتم، دارم 5-7 سال بعدش آزاد شدم رفتم به اون آدرس که یه خانم موسینی بود که اعتماد نکرد به من و گفتش که من نمیخوام در این باره حرف بزنم، که در همون حالی دختر بچه کوچیکی اومد پشتش که من حتی میزنم اون همون دختره که چون خیلی به کنجکاوی به حرفای مادرش گوش میکرد. این داستان خیلی تاثیر زیادی رو من گذاشت که ادامه بدم این مبارزه رو تا به حال. و توی زندان اوین در حدود یک بار من اشتباهی به بند 4 بالا بردن که بین 200-250 نفر زندانی بود که بعد از یک ساعت من صدا کردن. از اون بند هیچکی زنده نبود بعدها که من دیدم تو اتاق دربسته. به بند 3 بالا بردن که اونجا هم همینجور هیچ کی زنده نمونده بود. اینا تنها از اوین و گوهردشت بوده 250 نفر زنده موندن که همه رو جمع کردن توی یه بند. اینا بقیه رو همه رو اعدام کردن. اون موقع اوین در حدود 5-6 هزار نفر زندانی داشت. این چیزی بود که خیلی خلاصه من براتون گفتم. مرسی. Mr. Nadeiri, if I can ask you on your last point, firstly, thank you for sharing real trauma and torture. On the numbers, if I can ask you, I understand as well that you have done research as well as
from your own experience within the prison, how many people from your research and from your knowledge do you consider were executed? من فکر میکنم که در زندان اوین در حدود 5 یا 6 هزار تا زندانی بوده بود که در حدود 120 نفر یا 110 نفر زنده مونده بودن. بقیه رو همه رو اعدام کردن. چون که اون زمان زندانی ها رو جابجایی که خودم منو انجام داده بودن، یعنی این بنون بندی که رفته بودم، اون موقع یک همچین چیزی من تقریبی میتونم اینو بگم. So from your evidence we have around 5,700 prisoners who were executed, and over what period of time? In سال 67 در همین دو سه ماهی که به اصطلاح من توی بهداری بودم بعد برگشتم این صورت رو گرفت. Thank you. So that's the 2 to 3 months in 1988.